نشانه های نشینی فرمانده از میدان طبعات ترکیب مرگبار ترامپ و نتانیاهو بسیج کلمات و ترکیب های تازه و کهنه برای توجیه نرمش قهرمانانه دیگر آزمایش پنهانی موشک قارپیما در شاهرود همزمان با دعوت رسمی از گروسی به تهران آیا وعده صادق سه خامنه ای به صبر ایوب یا وعده کازم تغییر کرده؟ با این من در چند روز گذشته من سه بار با دونالد ترامپ صحبت کردم گفتگوهای بسیار خوب و مهمی بود مذاکراتی که برای تشدید بیشتر اتحاد قوی بین اسرائیل و ایالات متحده طراحی شده ما در مورد تهدید ایران در تمامی ابعادش و خطراتی که ایجاد می کند موافقت کامل داریم اولین سخنان عمومی نتانیاهو درباره پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا که نشان داد کابوس شکلی اتحاد نتانیاهو ترامپ حتی زودتر از آنچه تصور میشد بر سر جمهوری اسلامی خراب شده همچنان که ساعاتی بعد از اعلام پیروزی ترامپ نخست وزیر اسرائیل با او 20 دقیقه تلفنی درباره خطر تهران صحبت کرد این چراغ سبز فراتر از پیشبینی ترامپ باعث شد نتانیاهو با فراغ بال مسئولیت حمله جاسوسی نظامی به پیجرهای اعضای حزب الله لبنان و کشتن حسن نصرالله را بر عهده بگیرد و به زبان اشاره گالانت وزیر دفاع پیشین اسرائیل را مخالف این عملیات ها معرفی و از تحکیم اعتلافش با راستگرایان و تندرو دفاع کنه پیام هایی که به نظر در تهران شنیده شده و ردش را در کلام مقام های ارشد نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی میتوان دید یک شنبه شب معاون قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در تلویزیون دولتی ایران مجبور شد به قدرت اسرائیل و آسیب پذیری جمهوری اسلامی اعتراف کند. پیشرفته ترین بمب ها در اختیار این رژیمه این رژیم خبیث اینطوری نیست که هیچ غلطی نمیتونه بکنه بله ما میگیم هیچ غلطی نمیتونه بکنه اما اگر واقعا اون حمله بکنه به ما آسیب میرسونه او که پیشتر معاون قاسم سلیمانی در نیروی قدس سپاه پاسداران بود از مردم خواست در مورد پاسخ به حمله نظامی اسرائیل به خاک ایران صبور باشه خب ما فرمانده کل قوا داریم و اون تصمیم گیرنده است هر زمانی رو که ایشون تشخیص بدن حتما ما جبران میکنیم در این شک نکنن مردم ما من تا مردم ما باید صبور باشن سخنانی که نشان میدهد تنز رایج در افکار عمومی ایران پر بیرا هم نیست روایتی که میگوید عملیات وعده صادق سه در پی پیروزی ترامپ به صبر ایوب تغییر نام پیدا کرد تغییری که به نظر از ابتلای هفته گذشته با پیش بینی پیروزی ترامپ در سخنان مقامهای ارشد اطلاعاتی جمهوری اسلامی دیده شد وقتی حسین طائب رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و مشاور فعلی فرمانده کل سپاه گفت آمریکا در صنعت موشکی 100 سال از ایران جلوتر است و وعده های صادق در مقابل توان نظامی اسرائیل بازدارنده نیست وعده صادق دو انجام دادیم مگه بلافاصله بعد از وعده صادق دو پنج تن بمب نزدش رو 80 تن بمب با 85 تن بمب مقر رو مگه نزد؟ از طرف دیگر در شرایطی که جمهوری اسلامی پیشتر برای پرتاب آزمایشی هر موشک کمپین خبری راه میانداخت یک اکانت منتصب به فرماندهی هوافضای سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس از پرتاب آزمایشی یک موشک در پایگاه فضایی شاهرود خبر داد خبری که به طور رسمی اعلام نشد و تنها این ویدیوی غیر رسمی از آن به رسانه ها راه یافت تا اینکه روزنامه فریختگان با تیتری ملایم خبرش را منتشر کرد و مدعی شد این پرتاب نشان داد توان موشکی تهران در حمله اسرائیل آسیب ندید موشک شلیک شده دوربرد خوانده شده همانی که قبلا تهران برای فریب غرب آن را موشک ماهواره بر و بخشی از برنامه علمیش مینامید اما در واقع همون موشک قاره پیما بود با این همه این بار جمهوری اسلامی تجیح داد از موشک خودش هم فاصله بگیرد وقتی پلیتیکو خبر داد تیم ترامپ بررسی راههای اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی را آغاز کرد تحریم های سنگینی که در دوره قبل ریاست جمهوری ترامپ کمر جمهوری اسلامی را شکست به گفته چهار مقام سابق دولت ترامپ و افراد نزدیک به کارزار او شرایط کنونی خاورمیانه کاملا سازگار با این سیاست است اما به نظر میرسد جمهوری اسلامی از اقداماتی ورای سیاست فشار حداکثری واهمه دارد ترامپ در روز رأیگیری گفت حاضر نیست بپذیرد که جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای داشته باشد حالا قرار است مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دعوت جمهوری اسلامی چهارشنبه به تهران بیاید تا درباره ابهامات برنامه هسته‌ای نظامی حکومت ایران مذاکره کند. از طرف دیگر چهار روز بعد از افشای توطئه سپاه پاسداران برای ترور دونالد ترامپ، سهشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران رسما این خبر را تکذیب کرد. ما سراحتا هر گونه دخالت در چنین مواردی رو رد کردیم، کاملا بی‌اساس می‌دونیم. کمتر از دو سال بعد از این رجسخانی های فرمانده هوافضای سپاه پاسداران ان بتونیم ترامپ رو بکشیم پمپئو رو همین مکنزی و این فرماندهان نظامی که این دستور دادن اونا باید کشته بشن اگرچه هنوز کسانی در درون ساختار نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی همچنان قائل به ادامه سیاست مواجهه مستقیم با اسرائیل هم. وقتی معاون پیشین قاسم سلیمانی در یک مصاحبه تلویزیونی با کنایه به واکنش های تهران به حملات اسرائیل گفت باید انتقام را هم از اسرائیل یاد بگیرن یه جایی از اسرائیل اشکال نداره یاد بگیریم میگه مسئله من مثلا حنیه است مسئله من حاج قاسم سلیمانی مسئله من سنواره تا اون مسئله را حل نکنه دست بردار نیست ما باید به همین گونه عمل بکنیم با تاکید فزاینده مقام های جمهوری اسلامی بر پیگیری طرحهای آتشبس در منطقه به نظر می رسد خیلی زود به زمین سفت ترامپ رسیده و دعوت برخی فرماندهان نظامی به صبر تلاشی در راستای آماده سازی برای ارائه گفتمانی مشابه نرمش قهرمانانه با کلمات و ترکیبهای تازه است در توجیه کزم قیز و تغییر احتمالی وعده صادق به وعده کازم مشتبه پور محسن لندن